بسیار یک دختر مهربان که متاسفانه امروز نیست با ما. ببینید نجمه صادقی در سال 1378 متولد شد. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین بازم به برنامه خودتان. طوری که با من آشنا هستین، نجمه صادقی هستم. امروز در مورد امیدوار هستم که قاتلین هورا سادات هم گرفتار شد و به پنجه قانون سپرده شد. امیدوار هستم هر گوشه دنیا که هستین جور و صحت و سلامت باشین و لباس و عافیت برتن داشته باشین. امروز بازم آمدیم خانه مولوده شان. شکر دوستا دروازه رو برامو باز نمیکنن. حالا تازه تک تک مسجد. از دادن یکی از شیرین ترین کس در زندگی شما خودتان تصور بکنین. خدای ناخواسته اگه خود آدم در جای از او قرار بده چقدر سخت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت تمامی شما خوبان، امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. باز من ظهور نوری در خدمت شما هستم. دوستان عزیز بخشش باشه، معذرت ما را بپذیرین. دمی چند روز ما نتونستیم که برنامه ثبت بکنیم و حضور شما تقدیم بکنیم و دوباره بیاییم. یک سلسله مشکلات ها سر رای ما بود که انشالله او هم حل شده و یک کمی باقی مانده، انشالله او هم حل میشه. و ای که کاکا ملک در کنار من نیست امروز، انشالله در روزهای بعد می باشه همراه من بخیر، مشکلم بخیر حل میشه. معذرت مرا پذیرا باشین. وطندارای عزیز، دوستای گرامی، چند روز پیش شما در جریان بودین که هورا سادات، یکی از یوتیوبرها، یکی از خبرنگارای عزیز ما که محبوب بودن در بین مردم، از دست دادیم و ای که چگونه و چه قسم کشتن یا از بین بردنش او را خداوند پاک میفهمه. ولی تا جایی که معلومات داریم میگن که زهر دادن و در یکی از جاها مهمان بودن که اونا ای کار کردن. خب هر کسی کار کرده باشه، خداوند به سزای اعمالش انشاءالله میرسانش، چون حیات یک جوان برباد میسازن، خراب میسازن. مثل هورا سادات ده ها جوان دیگه که ما شاهدش بودیم، خداوند ببخششان، خداوند جنت فردوس نصیبشان بکنه، خداوند به فامیلشان صبر جمیل نصیب بکنه. و دوستان عزیز، بعد از روزها ما آمدم با بسیار خبر بد در خدمت شما که هورا سادات، بازم میگم خبرنگار موفق کشور ما، کشتن و از بین بردنشان، خداوند بیامرزشان. و همچنان امروز سال یکی از همکارایم بود که در افغان ویژن قبلا فعالیت داشتن و در زمانی که
حکومت را امارت اسلامی تسلیم شدن و به قدرت رسیدن. نجمه صادقی خداوند بیامرزشان همراه برادرش و یکی از خویشاوندان دیگهشان که او هم یکی از جوانا بودن که در حدود 30 یا 29 ساله، اسمشان هم محمد خیبر است و برادرشان هم عبدالوسیق و خود نجمه صادقی که هم کار ما بود، خداوند بیامرزشان که چندین سال خدمت کرد و در خدمت مردم ما بود و بسیار دستاوردها داشتند. درس و تحصیل خدا میدام هم میداد، در پالیش کار هم میکرد، فعالیت هم میکرد و همچنان در کنار از او نفقه فامیل خدا هم به دست می آورد. ولی متاسفانه دمی انتقالاتی که همه مردم هجوم بردن طرف میدان هوایی و میخواستن که برن به خارج از کشور و امروز که از طرف یکی از نهادهای خارجی برشان تماس گرفته شده که بیاین به میدان که امروز شما را انتقال میدیم، و بدبختانه که اینا حرکت میکنن به طرف میدان، خودشان میباشن، برادرشان و خویشاوندشان که پیشتر رسمشان گرفتم مرحوم خیبر، اینا عرصهشان میرن که یک حادثه بد و دلخراش رخ میده که به سر از او ده ها جوان، ده ها فامیل به خون و به غم خانوادهشان گرفتار شد، که از جمله نجمه صادقی همراه با برادرش و امو خویشاوندانش که پسر خالش میشد، نمیفهم پسر مامایش میشد، که متاسفانه من اونقدر معلومات ندارم چون در اون زمان من نبودم. خب خداوند بیامرزشان که اینا در موج شهید شدن و حتی شاهدش بودیم که نجمه صادقی به اثر مرمی جان داده بود و میخواست که برادر خدا نجات بده. از وقتی که انفجار شده بود داخل جوی بود و از داخل جوی که خیسته بود میدفت طرف برادر خود که برادرش زخمی بود، متاسفانه که رسیده نمیتونه و دفتن بالایش مرمی اصابت میکنه و هموجه جان میته و جام شهادت را مینوشه. خداوند غریق رحمتش بکنه همه ما ایرا را داریم. وطنداروی عزیز، باور بکنین که از روز که خبر میشم و خبر شدم که هورا سادات، نجمه صادقی و همسال امین خبرنگارای عزیز ما که بسیار خدمت میکنن، بسیار تلاش میکنن به خاطر وطن ما، به خاطر مردم ما، که مردم ما را آگاه بسازن از اخبار، از وقعاتی که در جامعه ما میپیونده، از حال احوال مردم ما جویا شوند، خدمت میکنن. ولی متاسفانه که با این قسم یک نامردی از بین میرن، کشته میشن. در طول سالهای متمادی که ما شاهدش هستیم، همیشه بزرگترین خیانتی که کرده همین کشورهای همسایه، همین کشورهایی که تا کنون روسیه بود و انگلیس بود و امریکا بود، بزرگترین ضربه را ما از اونا خوردیم که خداوند روسیه ساختشان و امارت اسلامی که آمدن اونا همچنان شکست خوردن و رفتن. خداوند هم تو روسیا ساختشان. اینجا خاک قهرمان هاست. هیچ قدرت، هیچ بنی بشر نمیتونه که ظلم و ستم در این خاک و در این سرزمین بکنه. خب دوستای عزیز، هر کسی که به این وطن خیانت کنه، سردوچارش اونم قسمی که شما دیدین، اونم قسم سردوچار، اونم قسم با سرنوشت سردوچار میشن. وطندارای عزیز، برین یک چند که تصویر باز هم از مرحومه شهید نجمه صادقی را شما تماشا بکنین و دوباره بر میگردیم، بعضی صحبت ها را می داشته باشیم. باز بعدش خداحافظی میکنیم. خوش آمدین بازم به برنامه خودتان. طوری که با من آشنا هستین، نجمه صادقی هستم. امروز در مورد در ادامه برنامه هستیم. وطندارای عزیز، دوستای گرامیم، دیدین نجمه صادقی را که چقدر یک دختر پاک، یک دختر مهربان،
یک شخصیت بسیار آرام و بسیار یک دختر آرام، بسیار یک دختر مهربان که متاسفانه امروز نیست با ما. ببینین نجمه صادقی در سال 1378 متولد شده که تقریبا اگر حال زنده می بود شاید 22-23 ساله می بودن، اما متاسفانه که نیستن، من نیستن، خداوند بیامرزشان. مثل نجمه صادقی ببینین دوستای عزیز، قبرها را ببینین، ده‌ها، صدها، میلیون‌ها جوان آمدن و رفتن، استعدادهای بسیار فوق‌العاده را ما از دست دادیم، اما هدف چی است؟ بیاین دوستای عزیز مثل نجمه صادقی، مثل دیگر شخصیت‌هایی را که ما از دست دادیم، ما شما میریم، رفتنی هستیم، با یکی دیگر مهربان باشیم، شفقت داشته باشیم، احترام داشته باشیم، حمایت بکنیم یکی دیگر، تخریب نکنیم، لا و لهب نگوییم، یعنی گپ‌های نزنیم که روزانه روز مرا با شنیدن گپ‌های ما زجر ببینم. روز رفتنی هستیم و یک متر دو متر کفن نصیب ما میشه و میریم زیر خاک، اونمو اعمال ماست که در دنیا ما را نجات میده. چه خوب است که با یکی دیگر مهربان باشیم. اگر رفتیم خدای نخواسته، رفتنی خواه هستیم، خدای نخواسته رو ایسیان نریم، یک مرگ با ایمان و با عزت و با وقار نصیب ما شود. شهادت خو آرزوی هر مسلمان است، آرزوی خودم، آرزوی ده ها مسلمان دیگه که این درجه به هر کس داده نمیشه که خوشبختانه نجمه صادقی جام شهادت رو نوشید همراه با برادرش و امو دوست دیگه ما. خدا من بیامرزشان. دوستان عزیز بریم یک چند تک تصویر از مرحومه هورا سادات را همچنان ببینیم، از کارکرده و از فعالیتاش، از کارهایی که میکرد، از کارهای خیری که انجام میداد. بیننده باشین، دوباره برمیگرد. اسم هر گوشه دنیا که هستن جور و صحت و سلامت باشین و لباس و عافیت برتن داشته باشین. امروز بازم آمدیم خانه، خانه مولوده شان. شکر دوستا در روزه رو برای ما وزنم میکنن. برای تازه تک تک و مزجه. آفتاب در جهان تابید و رفت، عمر کوتاهش جهان را دید و رفت، دست کلچین فلک با دست جور، غنچه امید ما را چید و رفت. حفظ میخواییم دوستان عزیز که دکلمه درست کرده باشم و کدام اشتباهی نکرده باشم، و دو بیت شعری بود که توسط دوستای ما و توسط فامیلش اینجا گنجانیده شده بود و همچنان یک دو بیت شعری دیگه است که ایران بخانش میگیرم برتان. ز رزم شهید غرقه در خون، فضا و دشت میهن گشته گلگون، به هر جا لاله سرخ رنگ بینی، همان جا یک شهید خفته در خون. هی دوستای عزیز، چی وقت باشه که ما دیگه این حالت را نبینیم؟ چی وقت باشه که دیگه ما این بدبختی را و این قسم مرگ هایی که هیچ باور کس نمیشد را ببینیم؟ امیدوار هستم که قاتلین هورا سادات هم گرفتار شد و به پنجه قانون سپرده شد، و من میگم که به پنجه قانون اگر سپرده میشه فامیلش بیایه و هر جزایی که برشان تعیین میکنه خودشان تعیین بکنن، چون ای همچنان جگرگوشی یک فامیل خود بود. از دادن یکی از شیرین ترین کس در زندگی شما خودتان تصور بکنین، خدای ناخواسته اگر خود آدم در جای از او قرار بده چقدر سخت است. خب وطندار عزیز، دیدین که نجمه صادقی چقدر مهربان بود، چقدر خیراندیش بود، و همچنان در پهلوی از خواهر دیگه ما مرحومه هورا سادات که چقدر اونا مهربان بودن، چقدر یک دل پاک داشتن و چقدر دست خیر داشتن که به مردم کمک میکردن، دستشان را میگرفتن.
بعد از روزها آمدم خدمت شما با این قسم یک خبر بد. خداوند بیامرزشان، فقط خواهش ما از شما می است که در حق تمام جوانات دعا بکنین که در این شرایط میان کار میکنن، زحمت میکشن و با هزار رقم مشکلات و دغدغه هایی که در مسیر رایشان میایه و مقابله میکنن و از آب و آتش در آب و آتش خودم میزنه و برنامه میسازه. دوستای عزیز، کسی که در صحنه نباشه خودش درک نمیکنه، یعنی برنامه هایی را که ما تهیه میکنیم با هزار مشکلات ما روبرو میشیم، ولی دل شیر در دل خود جای داده و هیچ وقت ناامید نمیشیم، همیشه زحمت میکشیم، کار میکنیم. خداوند بالای سر است، خداوند همیشه با حق است و کاری که ما میکنیم همیشه حق است و همیشه حق گفتیم. به مو خاطر خداوند همیشه یار و یاور ما بوده. بازم معذرت میخواهیم که یک ذره یک جیگر خونتان ساختم. بعد از مدت ها آمدم خدمت شما و با این قسم یک خبر بعد و ما خوش هستم که دوباره خدمت شما آمدم. یک سلسله مشکلات که پیدا شده بود از با چینل ما و با کارهای ما بخیر حل شد. انشالله کاکا ملک هم میایه، شاهدش میباشین. برنامه های خوبتر و بهتر تقدیم شما میکنیم. تشکر از اینکه تا این لحظات ما را بیننده بودین. زنده و سلامت باشین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. از دعاهای نیکتان ما را فراموش نکنید.